در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. نه مثل ساره و مریم، نه مثل آسیه و حوا، فقط شبیه خودت هستی، شبیه خودت زهرا. اگر شبیه کسی باشی، شبیه نیمه شب قدری، شبیه آیه تطهیری، شبیه سوره اعتینا. شناسنامی تو صبح هست، پدر تبسم و مادر نور. سلام ما به توی باران، درود ما به توی دریا. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم، خانمها و آقایان، در هر کجا که هستید انشالله تنتون سالم باشه و قلبتون سلیم. به سمت خدای امروز ما بسیار بسیار خوش آمدید. خیلی خوشحالیم که امروز هم در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم. ضمن اینکه تسلیت میگم فرارسیدن ایام فاطمیه رو به محضر همتون. حاج پناهیان سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله سال جدید سال پربرکتی براتون باشه. دلمون برای شما و برای همه بیننده ها تو این ایام تعطیلات خیلی خیلی تنگ شده بود، ولی حالا خوشحالیم که دوباره دیدارها تازه شده و همه دوره هم هستیم. بله، من در خدمت شما و همه بینندگان محترم سلام عرض میکنم. امیدوارم سال بسیار خوبی در پیش داشته باشیم. خداوند متعال عنایاتش رو در این سال بیشتر از سالهای گذشته بر همه ملت ما قرار بده. همچنین تسلیت عرض میکنم شهادت حضرت زهرای عطر سلام الله علیها رو که به روایتی فردا یا امشب شب شهادتشون هست. امیدوارم ایام فاطمیه رو قدر بدونیم و از نعمات و برکاتش استفاده کنیم. برکت یعنی بهره‌گیری از محافلی که در اون محافل یاد اهل بیت، یاد از زهرا و اقامه عزا برقرار میشه و از اون حیث برکاتی رو برای شرکت کنندگان در مجالس احیاء امر اهل بیت به دنبال داره. خیلی خوب، خیلی خوب. انشالله که همینطور باشه و انشالله بتونیم تکریم بکنیم این ایام رو و قدر این ایام رو بدونیم و اونجوری رفتار بکنیم که باید. بخشی از برنامه امروز به پرسش و پاسخ خواهد گذشت. خیلی از دوستان عزیزمون حاجی پناهیان پیرامون مباحثی که در سال گذشته مطرح شد سوال کردن. بخش از این سوالات انتخاب شده، الان از محضرتون من خواهم پرسید و نکات شما رو خواهیم شنید. اولین سوال رو از محضر آقای پناهیان خواهم پرسید. گفتن که سلام، من صحبت‌های آقای پناهیان رو در آخرین جلسه سال 90 تایید می‌کنم، چرا که من دوست ندارم زندگی من با گناه شروع بشه، ولی مادر من میگه هر چیز جای خودش رو داره. ایشون میگه من یه دونه دختر بیشتر ندارم. ما رسم داریم که مجالس و مناسباتمون اینجوری باشه. من با مادرم چه رفتاری داشته باشم که خدا از من راضی باشه؟ ممنون میشم اگه راهنمایی بکنید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. فکر میکنم جلسه آخر در این باره بحث شده بود که گاهی از اوقات فرزندان ما علاقه بیشتری از ما به معنویت نشون میدن و پدران و مادران ما مانع میشن. خب این ضمن این که خیلی هشدار دهنده است،
و میتونه باعث تنبه پدران و مادران عزیزی بشه که نگاه بکنن به فرزندانشون که از اونها جلو زدن در مسائل معنوی. یه امر طبیعی هم هست. اولین نکته‌ای که من به ذهنم میرسه اینه که این پدر و مادر گرامی رو دلسوزانه نصیحت کنم به عنوان یک کوچکتر که مانع رشد معنوی فرزندانشون نشن. این عقوبت خیلی سنگینی خواهد داشت و روز قیامت نمیتونن پاسخ بدن. این به مثابه یه حق الناسی میمونه که جبرانش به این سادگی امکان نداره و پاسخگویی در بارگاه خداوند متعال سخت‌تر از هر مصیبت دیگری است که ممکنه به ما برسه. ضمن این که به اون دختر خانم که با یه همچین مقاومت‌هایی از جانب مادرش و خانواده‌اش مواجه میشه برای دینداری، عرض می‌کنم که شما کماکان باید احترام مادر خودت رو حفظ کنی و اعتقادات خودت رو با محبت و منطق در میان خانواده خودت تبلیغ کنی و در این زمینه از توانمندی‌های لازم برخوردار بشی، نقشه بکشی، تدبیر بکنی و از بهترین فرصت‌ها برای انتقال انگیزه‌های دینی و اندیشه دینی به مادر خودت استفاده بکنی. خب این هم باعث رشد چنین فرزندانی هست، اون پسر یا دختری که پدر و مادرش رسماً از او تقاضا می‌کنن رفتار غیر مذهبی تری داشته باشه. وقتی که این دختر و پسر جوان در مقام اصلاح وضع خانواده و همراه کردن پدر و مادر از منطق استفاده کنن، از یک محبت بیشتری استفاده کنن، یقیناً در میان مدت، اگر نگم در کوتاه مدت، تأثیرگذار خواهند بود و خودشون به این واسطه رشد بسیار بالایی پیدا خواهند کرد. حاجا میشه از واسطه ها هم استفاده کرد؟ یه وقتایی حرف اون برش رو باید داشته باشه نداره دیگه. میشه باید کسانی رو واسطه کرد برن صحبت بکنن؟ مسلمه، ولی حفظ آبروی پدر و مادر هم لازمه. منتها گاهی از اوقات هست یه پدر بزرگی، یه مادر بزرگی، عموی، دایی، کسی میتونه بیاد یه نقشی رو ایفا بکنه و یه کلامی رو به مادر ما بگه، به پدر ما بگه و در او تأثیر گذار باشه. تدبیر خیلی خوبیه، یکی از همون تدبیرهاییست که عرض میکنم باید به کار بگیرن، بشنن نقشه بکشن، نقشه های خوب ببینن کدوم راه مؤثرتره. مؤثرتر از او تر جواب بده. خیلی خوب. سلام، خواهش میکنم که از آقای پناهیان بپرسید. دختر 11 سالم دیشب گفت از چند چیز خسته شدم و یکی از اون چیزها نماز بود. من چی باید بگم و چه واکنش رو باید نشون بدم؟ برای رفع مشکلش چی کار باید بکنم؟ خیلی خیلی نگرانم. بشنوید پاسخ خواجه پناهیان رو. ما در جلسات قبل صحبت‌هایی در این زمینه داشتیم، به طور اختصاصی در مورد نماز به تفصیل صحبت نکردیم، اما یه مقداری صحبت شد که من حالا نتایج اون صحبت‌ها رو به طور مشخص درباره این سوال عرض می‌کنم. اگر ما از ابتدا انگیزه خوبی، انگیزه مناسبی به بچه‌هامون نداده باشیم برای نماز و بی جهت یا با دلایل ضعیف اونها رو به اشتیاق و هیجان نماز خوندن، به انگیزه نماز خوندن واداشته باشیم، بعد از یه مدتی این نتیجه شه. یعنی یکی از احتمالاتی که بنده میدم این است که ما از اول دختر خانم خودمون رو، پسر خانم خودمون رو با انگیزه صحیحی وادار به نماز نکردیم. به یک دلیلی او رو علاقمند کردیم که نماز بخونه، با یک تشویقی که اصالت نداشته او رو وادار کردیم به نماز خوندن، ولی خب اون دلیل و اون تشویق ما یه مدت زمانی داره. مدت زمانش که بگذره میگه خب خسته شدم. ما باید در چنین مواردی بیایم به صورت اساسی کار تربیتی بکنیم. مثلا در مورد نماز بگیم که اصلا نماز کاری نیست که انسان بخواد با اشتیاق فراوان انجام بده. نماز یه فعالیتی است که بله ابتداعا تلخ نشون میده خودش رو، مثل چای تلخ، قهوه تلخ، همه خوردنی ها شیرین نیستن، ولی انسان رو با لذت ازش استفاده میکنه
و این تلخیش رو میپذیره، میشه که دوست داشتنی بشه. بله، ما وقتی که رابطه فرزند خودمون رو با دنیا اساساً رابطه خوبی قرار بدیم که اصلا ما در این دنیا بخشی از زندگیمون نبرد با سختی هاست و بخشی از این سختی ها رو خودمون انتخاب میکنیم، مثل یه ورزشکار که سختی ورزش رو خودش انتخاب میکنه، سختی نماز خوندن رو هم ما انتخاب میکنیم. بعد گاهی از اوقات خوب پدر و مادر میگن که برای ما هم سخته، فکر نکن برای ما شیرینه، ما چیزی تو نماز گیر میاریم که تو گیر نمیاری. این یک رعایت ادبه. وقتی که انسان میره تو ورزشگاه گل میزنن، بلند میشه با هیجان تشویق میکنه و هورا میکشه، این کار کاریست که از سر هیجان صورت میگیره. ما ها نمیتونیم نماز رو اینجوری بخونیم. این نماز باید خونده بشود و چه بسا در مواردی میشه شیرین باشه. خیلی کم میتونه شیرین باشه اصلا. چرا این لذت عبادت و حلاوت و شیرینی که ازش یاد این به مرور به دست میاد. ما نباید الکی کسی رو تشویق کنیم یا آدرسی بهش بدیم که بعد بهش نرسه ناامید بشه. ما انتظار نداریم شیرینی و حلاوت عبادت برای ما به این سهولت پیش بیاد، چه برسه برای فرزندانمون. مثلا رعایت ادب خودش یه تلخی داره چون شما راحت نیستی، ولی بعضی ها رعایت ادب رو دوست دارن. خب این تلخی رو دوست دارن، تلخی بازم نفی نمیشه. نماز خوندن یه نوع رعایت ادب در بارگاه خداوند متعاله، ولی تلخ نیست، شاید زحمت داشته باشه برای ما. ببینید اون چیزی رو که ما به زبان نمیاریم، اون کودک ما داره با صداقت به زبان میاره. همین تلخ. چیزی که شما میگید شاید زحمت داشته باشه برای ما، این یعنی تلخ. بالاخره زحمت داره دیگه، اون مبل که ننشستی که، برنامه دلخواه تلویزیونی خودتو که نمیبینی، خسته میشه. خسته میشه. همین چیزها رو که ما نمیبینیم او داره میبینه و صریحا بیان میکنه. مثل اون پسرکی که گفت پادشاه لباس نداره، هیچکی جرئت نمیکرد به دلیلی بگه، داستانش رو مشهور میدونی. اون صادقانه داره میگه و ما هم باید با او صادقانه درباره نماز صحبت بکنیم که عزیز دل من، اصلا بنا نبود که نماز یه رفتاری باشه که تو وقتی که وارد نماز شدی غرق شیرینی بشی و مست لذت این عبادت بشی. نماز یه رعایت ادبه، رعایت ادب در مقابل خدایی که لبخندش رو نمیبینی. اگه میخوای با دیدن لبخندش تشویق بشی، بدون این تشویق هم در کار نیست، ولی خبر داشته باش لبخند خدا هست در پس پرده غیب. ببینید ما باید درست بچه ها رو وادار کنیم به نماز خوندن، در واقع ثمرش رو یادآور بشیم. بله، و بهشون بگیم که ثمرش پشت پرده غیبه، دیدنی نیست. بنا نیست شما به صورت ملموس تشویق بشی برای خوندن نماز، ملائکه بیان جلوت بالبال بزنند و صدا و نغمه های لاهوتی و بالاخره خیلی زیبا شما رو سرمست کنه و نه، یه همچی خبری نیست. گاهی بگن خود ما هم نماز میخونیم، همین حس تو رو داریم. ما عاشقانه نماز نمیخونیم، عاقلانه نماز میخونیم، ما مؤدبانه نماز میخونیم، نه از سر هیجان. بله، اولیاء خدا که پرده ها از جلو چشمشون رفته کنار، قلبشون انقدر پاک از دنیاست که لذت های معنوی رو درک میکنن، بله اونا حسابشون با ما متفاوته، ولی ماها نماز مؤدبانه میخونیم تا برسیم به اون جایی که لذت ببریم از نماز. مسیری که باید طی بشه در مسیر بله. بندگی. اینو شیرین بگیم، اینو زیبا بگیم. ما از این تلخی به زیبایی سخن بگیم، ما از تکبر خدا با تواضع سخن بگیم، ما میخوایم از کبریایی خدا حرف بزنیم، خودمون باید متواضع باشیم. درسته؟ این همون ظرافت های تربیتی. این ظرافت های تربیتی مامان ها بلدن این کار رو بکنن، یعنی مادری اقتضایش اینه که میتونه این کار رو بکنه. یه وقت همراهی نکنن از سر دلسوزی های نابجا بگن خب بچه من عزیز من خسته ای نخون، تو هر کاری که دوست داشتی باید انجام بدی. خب این بچه رو نابود میکنه، به مرور در ادامه زندگی چه اتفاقایی براش میفته وقتی فقط هر کاری که دوست داره میخواد انجام بده. درسته؟ ما باید این بنا رو در ذهن بچه هامون تغییر بدیم که از 7 سالگی به بعد بنا نیست فعالیت های ما، کارهای ما، همه ما
مطابق دل ما باشن، دل به خواهی ما باشن. دوران ادب گفتیم، جشن ادب رو که بگیریم، دوران ادب شروع میشه و رفتارهای بسیار تلخ، سخت، خشک رو به شیرینی پیشنهاد بدیم، از منظم کردن جای خودش، از بیدار شدن از خواب شیرین، از نماز خوندن. حالا به خیلی از متدینین تا میگی نماز سخته، زودینم یا تلخه، زودینم به رگ غیرت دینیشون بر میخوره. آقا چرا این حرفو میزنی؟ نگو این رو، نماز شیرینه. خیلی هم شیرینه. میگیم خب بله، شما از اولیاء خدا هستی، نماز برای شما شیرینه، ولی ما اونقدر سطحمون بالا نیست. ما داریم واقعیتشو میگیم. سخته برای ما خدایی رو که نمیبینیم، لبخندی رو که از اون نمیچشیم لذتش رو، رفتار تکراری رو انجام بدیم که برای ما حالت تکرار پیدا کرده، اون تفکر عمیق رو هم نداریم که سر نماز عمیقا به فکر فرو بریم. موضوع فکر گاهی نداریم که بخوایم درباره مسائل معنوی فکر کنیم. خب این نوع نگاه نسبت به عبادات و نماز و اینا بچه‌ها رو دل سرد نمی‌کنه، زده نمی‌کنه؟ ببینید، وقتی بچه‌ها رو دل سرد می‌کنه که ما به بچه‌ها یه حرف ناصحیحی رو گفته باشیم و اون حرف ناصحیح این است که عبادت برای هر کسی که عبادت بکنه شیرینه. خب این دروغه. چه اینو میگیم؟ برای بسیاری از ما مردم عوام، من خودم رو عرض میکنم، عبادت تلخی داره، عبادت سختی داره، شیرین نیست. اگه شیرین بود که هوسرانان عالم همه نمازخون بودن. خب معلومه شیرین نیست دیگه. آدم باید با تفکر به این کار بپردازه، با انگیزه های دیگری به عبادت بپردازه. شما میگید این حرف ضمن این که واقعیت بچه ها رو دل سرد میکنه، برای اینکه دل سرد نشن ما جلسات قبل گفتیم بهشون بگیم که اساساً بخشی از زندگی ما در دنیا، بخشی از رفتارهای ما در زندگی همین گونه سخت و تلخ هست. ما وقتی که اینو جا بندازیم که فلسفی حضور ما در این دنیا رنج کشیدنه و مدیریت کردن رنجها و شادی هاست، خبر دادن از واقعیت دنیا که قبلا اشاره کرد، وقتی اینو بگیم، وقتی متوجه میشه که این فقط دین نیست که تلخه، بسیاری از ابعاد دیگر زندگیش هم تلخی داره، باید اینا رو بپذیره، مبارزه کنه. فقط مهم اینه که انگیزه درست و قوی داشته باشه برای انجام اون عمل، که برای نماز وقت ما اون انگیزه ها رو درست میکنیم، میگیم ما نیاز به خدا داریم، این نیازمون گاهی از اوقات باید به صورت ارتباط مستقیم برآورده بشه، مثل موبایلی که میزنیم به شارژ، مثل بقیه لوازمی که اینجوری تأمین میکنیم انرژیشون رو. بعد سر سجاده نماز انسان میایسته، به نیت نماز خوندن، توجه به خداوند متعال کردن، اینجا مستقیما از پروردگار عالم آدم نور میگیره. فرزند من، این نور دیدنی نیست، چشیدنی نیست، ولی هست. مگه میشه خدایی در پس پرده غیب باشه و وقتی مقابل او میایستی اثری در وجود تو نداشته باشه؟ ببین، اونو دعوتش بکنیم به باورهای غیبی، پس داره اثر، ما برامون ملموس نیست. چرا ملموس نیست؟ برای اینکه انسانهایی که این هوش رو دارن، این تقوا رو دارن، این درک رو دارن، با انسانهای هرزه تفاوتشون درک بشه. حالا تو میفهمی، پس برو به ایست مقابل خدا، بدون خدا با جان تو کاری خواهد کرد که در دراز مدت در زندگی خودت. بسیار از این واقعیت ها رو شیرین بیان بکنیم. خیلی خوب، این دو تا سوال رو با هم شنیدیم و من عرض کردم خدمت آقای پناهی و پاسخشون رو هم شنیدیم. در مورد سوال اول که یک دختر خانم میگفت من میخوام رشد معنوی بکنم، خیلی از آقا پسرها و دختر خانم ها شاید این مشکل رو داشته باشن، ولی خانواده وقتی مانع میشه به خاطر رسم و رسوم و آدابی که دارن یا هر نگاهی که دارن و نگاهی که هست. و در مورد سوال دوم، مادری گلایه کرده بود که دخترم از بعضی چیزا خسته شده، از جمله نماز. من میخوام این سوال از آقای پناهیان بپرسم که آیا واقعا شما فکر نمی‌کنید که در بعضی از موارد، و شاید به جرئت بگم در بسیاری از موارد، مادران ما و حتی پدران ما در تربیت فرزندانشون، مخصوصا تربیت دینی، کوتاهی کردن؟ بنده میخوام پاسخ به این سوال شما رو تبدیل کنم به یک انتقاد
از نظام آموزش عالی کشور، از آموزش و پرورش کشورمون. یا اگر یک کمی بخوایم مهربانانه تر سخن بگیم، تبدیلش کنم به یک پیشنهاد در اون قالب عرض کنم. چون ما الان داریم توی فضای جمهوری اسلامی زندگی میکنیم و باید امکانات لازم برای رسیدن به سعادت برای آحاد جامعه موجود باشه. من قبل از این که مادران محترم رو مقصر بدونم که در تربیت فرزندانشون کوتاهی دارن یا آگاهی های لازم رو در این زمینه کسب نکردن، میخوام این رو عرض بکنم: آموزش عالی کشور ما کجا رشته ای رو به عنوان رشته تحصیلی برای ارج نهادن به مقام مادری تأسیس کرده که اکثر دختران ما تمایل داشته باشن برن این رشته تحصیلی رو تحصیل کنن و مدرکی رو که گرفتن اولین مصرفش این استش که در خانه به عنوان یک مادر میتونن عالمانه به تربیت فرزند بپردازن، دومین اثرش این استش که میتونن به عنوان مربی و مشاور برای دیگر مادران در محیط‌های مختلف نقش ایفا کنن. در جامعه ما متاسفانه احترام به مادر در حد شعار باقی مونده. من توسل میکنم به حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها و با عنایت این و با اصرار، یعنی این نکات رو عرض میکنم تو این جلسه، انشالله حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها برکتی در این کلام که انشالله برگرفته از خود معارف دینیست قرار بدن انشالله و مؤثر واقع بشه. البته من میدونم اخیرا متوجه شدم که آموزش عالی کشور انگیزه و همتی در این زمینه داشته و داره، انشالله که نتیجه بده. ولی واقعا یک نقص خیلی بزرگه رشته های دانشگاهی که خانوم ها درش حاضر میشن و تحصیل میکنن بسیار فراوانه. بسیاری از این رشته ها مفید و لازم هم هست، برخی از این رشته ها هم واقعا قابل تعمله که آخه این رشته رو برای یه خانوم شما برای چجوری تعریف کردی، چجوری تناسب دیدی. یه خانوم دانشجویی خانوادهشون اومده بودن میگفتن دخترم مکانیکه، کشاورزی میخونه در یکی از شهرهای دور افتاده از تهران، هی باید بره اونجا بیاد که مکانیک کشاورزی بخونه، که حالا بعد میخواد چیکار کنه با این. بعد من میگه ما موندیم، حالا چیکار کنیم؟ خب بچه ما این رشته قبول شده، خب این باید بیکار تو خونه بنشینه. خب بیکار نشستن رو ما تایید نمی کنیم. حتی برای خانم های خانه‌دار هم بیکاری بالاخره آثار سوء داره. تو خونه نشستن فضیلتی نیست، مخصوصا بیکار آدم تو خونه بنشینه. خب بسیاری از دختران ما بر اساس طبیعتی که دارن علاقمندن علوم لازم برای فرزندداری، برای همسرداری و برای خانه‌داری رو فرا بگیرن. این علوم به هیچ وجه محدود نمیشن در آشپزی و آرایش منزل، که در آشپزی بعضن دیده شده مردان متبهرترن. این علوم بیشتر برمیگردن به اون جنبه‌های تربیتی و نقشی که زن میتونه در خانه برای فرزند خودش، برای همسر خودش و برای جامعه ایفا بکنه. اینها آموختنی هستن، نیاز به آموزش دارن. اینها به عنوان یک رشته تحصیلی قابل تأمل هستن. ما در علوم تغذیه میبینیم که مادرانمون ناتوان هستن، اکثرا غذاهای مناسب به فرزندان خودشون نمیدن، آگاهی از طبع غذا و آثار اون در ذهن بچه ها ندارن. میبینید بر اساس برخی رسومی که بالاخره ایجاد شده غذاهایی به بچه هاشون میدن که صدمه میزنه به وضع روحی بچه هاشون، به وضع جسمی و روحی خودشون هم صدمه میزنه. بنده پیشنهادم اینه برای اینکه مادران ما در جامعه بتونن نقش خودشون رو درست ایفا کنن، باید رشته دانشگاهی تعریف بشه، لااقل در حد کاردانی، لااقل در حد کارشناسی. چرا در حد کاردانی؟ من وقتی در ذهنم مرور میکنم، چون با جمعی از اندیشمندان نشسته بودیم یه بار مرور میکردیم سرفصل‌های درسی رو، یعنی عناوین درسی و سرفصل‌های بسیار متنوعی که یک مادر باید برای اینکه نقش خودش رو خوب ایفا بکنه به او درس داده بشه، در حد کارشناسی. بعد به صورت تخصصی در رشته‌های مختلف میتونه تو کارشناسی ارشد و دکترا هم پیگیری بشه و این افراد
شغل دارن تو جامعه، شغلشون این هست که مشاورن در مدرسه ها برای مادرها، شغلشون این هستش که آموزش میتونن بدن دیگر خانوم هایی رو که تو اینجور فعالیت تو این کلاس های آموزشی میخوان شرکت کنن، دیپلم گرفته آماده است برای چنین آموزش‌هایی. یعنی شما می‌فهمید که نقش اصلی مادران و خانم‌های ما که همون مادری است، فرزندداری است، همسرداری است، این نیازمند تحصیله و این تحصیل باید خیلی مدون باشه. و دیگه ما نباید فقط شعار بدیم، دیگه ما نباید فقط روز حضرت زهرا سلام الله علیها به مناسبت میلاد حضرت که شد یاد زنان و مادران بیفتیم و بگیم تکریم. خب این تکریم یعنی چی؟ یه کسی گرسنه است، هی شما در مقابلش تواضع کن، بگو من به افتخار شما کف میزنم، به احترام شما بلند میشم، من به شما خیلی احترام میگذارم، با بهترین کلمات شما رو صدا میزنم. میگه بابا من گرسنمه، شما این میخوای احترام بگذاری که گرسنگی ما نیاز ما رو برطرف کن. اگر کسی در جامعه ما میخواد به زن احترام بگذاره، به مقام مادری احترام بگذاره، باید این پاسخ رو بده، باید نیاز مادران رو به آگاهی هایی که مورد نیازه و میتونه اون آگاهی ها اونها رو توانمند بکنه در ایفای نقش مادری، اینها رو به مادران بده. بنده یقین دارم بر اساس درکی که از جامعه دارم بسیاری از دختران به این رشته های درسی گرایش پیدا خواهند کرد و اونهایی هم که رشته های دیگر رو میرن درس میخونن به خاطر توانمندی های خاصی که دارن، در کنار اون درس هاشون حتما این درس ها رو مرور خواهند کرد. چون زنان یا به عنوان چند واحد درسی اساسا به عنوان حالا آموزش‌های غیر حضوری و آموزش‌های فوق برنامه این آموزش‌ها رو خواهند دید. این ضروریه به نظر شما؟ یقیناً. ما چرا بیایم هی بشینیم اینجا بگیم که خانم‌ها برید آگاهی‌های خودتون رو برای تربیت فرزند زیاد کنید، مکرر به ما اس ام اس بزنن، پیامک بفرستن به شما، کتاب‌هایی در این زمینه ما معرفی کنید، خواهش می‌کنیم کتاب معرفی کنید. شما می‌دونید بخشی از این آگاهی‌ها با مطالعه کتاب تأمین نمیشه، مبانی رو باید خبردار باشن. یک سری علوم پایه داره هر علمی که اون علوم پایه و اون پیش نیازها رو باید بگذرونن، از نظر نظری آماده بشن تا برخی از این راههایی که در زمینهای مختلف تربیتی وجود داره اونها رو خوب درک کنن و خوب اجرا بکنن. این خیلی پیشنهاد خوبیه و من فکر میکنم نیازمند یک نهضت عمومیه، یعنی باید همه دست به دست هم بدن که این اتفاق بیفته و این کار زیربنای انجام بشه. شما مطمئن باشید بسیاری از دختران جامعه ما که میرن رشته های درسی رو که تو دانشگاه ها هستن درس میخونن از سر ناچاری انتخاب میکنن. بنده این بسیار رو به معنای اکثر عرض نمیکنم، ولی رقم بسیار قابل توجهی است. بعد خیلی از کسانی که رفتن این رشته ها رو درس خوندن، مدرکشون رو گرفتن، حالا داره کار میکنه. چی کار میکنه؟ کار منشیگری میکنه در فلان اداره، میرزا بنویس فلان مجموعه علمی شده. آیا واقعا داره مهندسی میکنه؟ آیا واقعا داره در جهت شغل خودش فعالیت میکنه؟ اینا رو بریم بررسی بکنیم. شما مدرک چی گرفتی؟ مدرک حسابداری گرفتی. الان داری چی کار میکنی؟ الان اصلا هیچ کاری نمیکنی. خب اگر ایشون به جای مدرک حسابداری که صرفاً در اداره ها مورد نیاز هست مدرکی گرفته بود که به درد مادری خودش میخورد، الان داشت از همه علمش استفاده میکرد، حداقل نقش اصلی خودش رو درست ایفا میکرد. بسیار خوب، خیلی هم نکته قابل تأملیه واقعا. انشالله اونهایی که با تأمل بکنن انشالله این اتفاق بیفته. حالا الان مادرانی که حالا این شرایط براشون فراهم نیست و الان دارن بچه‌هاشون تربیت میکنن، باید تدلشون خالی بشه یا اینکه نمیتونن؟ نه خیلی، باید همت کنن، انجیو هایی رو ترتیب بدن، حالا یا هر مؤسسه یا کانونی که تصور میکنن، باید دعوت بکنن از مشاورین محل، در مدارس محل و دوره های آموزشی برای خودشون تعریف بکنن. یکی از محل های سازماندهی مادران برای طی دوره های آموزشی که مهمترین نتیجه‌ش هم به ارتقای درسی بچه‌ها برمی‌گرده خود مدرسه‌های ما هستن. دبستان‌ها جای خوبی هستن، دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی، اینجا محلی است، کانونی است برای جمع‌آوری مادران در کنار هم دیگه. چرا آموزش و پرورش ما احساس مسئولیت برای این حرکت عظیم فرهنگی در کشور نمی‌کنه و باید خلأ این فعالیت فرهنگی آموزش و پرورش رو جاهای دیگه مثل سازمان تبلیغات، مساجد، بسیج، اون هم به صورت دست با شکسته بخوان جبران بکنن. یه فرصتیه آموزش و پرورش برای تعلیم و تربیت مادران
که نقش کلیدی دارن در تربیت فرزندان. این فرصت باید براش بودجه نوشته بشه، باید براش مربی‌ها و مدیران خاصی تربیت بشن. نباید این فرصت رو از دست داد. به شیوه دیگری هم نمیشه این فرصت رو به دست آورد. شما وقتی که در مدرسه 200 دانش آموز دارید، یعنی 200 تا مادر دارید علل قاعده، بله، این 200 تا مادر به خاطر فرزندشون اونجا رفت و آمد میکنن، فرزندانشون اونجا مسائلشون نزد مدیر مدرسه معلومه و مدیر مدرسه و معلمان مدرسه نقش مشاوران مادران رو دارن برای اینکه مادران خانواده رو رونقی بهش بدن که این بچه بهتر بتونه درس بخونه. ما که نمیخوایم غربی نگاه بکنیم به انسانها، یعنی بگیم ما به خانوادهش کاری نداریم، اون آثار ژنتیک، آثار تربیتی، بالاخره آثار روانی که از خونه بر این بچه مترتب میشه بهش بی‌اعتنا هستیم، به ما هیچ ربطی نداره، ما فقط حافظه این بچه رو پر بکنیم. این یعنی آموزش و پرورش ناقص. به وقتی تو خود مادران باید دست به دست هم بدن و این مطالبه شکل بگیره که وقت آموزش پرورش یا هر نهاد و ارگان دیگری که مسئولیت این کار رو داره اونم وادار به تحرک، خود مادران این مطالبه بره. بعضا هم در انجمن اولیا و مربیان حرکت هایی من یه جاهایی میبینم، میبینم دور هم جمع شدن مسائلی رو میخوان یاد بگیرن، ولی این حرکت ها خیلی اندکه و به عنوان یک حرکت های خودجوش مردم به حساب میاد. امیدواریم دولت در هر دو بخش آموزش عالی و آموزش و پرورش برای توانمند کردن مادران از نظر علمی دست آستین همت بالا بزنه در کنار همه فعالیت هایی که موجوده. ما نمیخوایم هیچ فعالیتی رو تعطیل بکنیم، نگن آقا رشته های درسی خانم ها رو میخوان تعطیل بکنن، نه اصلا ما به اونا کاری نداریم، الان اون رشته های درسی برقرارن، هیچ کدومشو اصلا نسبت به اون نظر نمیدیم، باشه در کنار هم، بله، و طیف بیشتری رو هم در بر خواهد گرفت. بسیار خوب، آه خیلی ممنون، متشکرم ازتون، به قرار روزانه‌مون رسیدیم. خیلی ممنون، متشکر از اینکه از میان همه برنامه‌ها تو شبکه‌های مختلف برنامه خودتون برنامه سمت خدا برای تماشا انتخاب کردید. صفحه 556 مصحف شریف رو آیات نورانی سوره تغابن، آیات ابتدایی سوره تغابن رو با هم تلاوت می‌کنیم و می‌شنویم. باز می‌گردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا
قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک. چقدر خوبه که ثواب تلاوت این آیاتون رو هدیه بکنیم به روح بلند و ملکوتی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها که در آستانه ایام فاطمه هم هستیم و یک بار دیگه ایام رو به محضر همتون تسلیت میگم. یک نکته از این صفحه بشنویم و باز هم سوالات شما رو از جای پناهیان خواهم پرسید. با خدمتتون هستم. بله. یک نکته بسیار زیبای تربیتی در قرآن هست که در این آیه کریمه قرآن هم به اون اشاره شده و اون این است که خداوند متعال اساس خلقت انسان رو تعریف میکنه ازش میفرماید و صورکم و احسن صورکم خدا شما رو به زیبایی آفریده در جاهای دیگر قرآن هم هست که بر این معنا تأکید شده این یک اصل تربیتی است که هر کسی رو خواستید تربیت کنید اول بر خوبی‌ها بر داشته‌هاش و بر زیبایی‌هاش تأکید کنید این اتفاقا کاری است که از مادرها خیلی خوب برمیاد مادرها دیدید بچه‌هاشون خیلی خوب تشویق می‌کنن خیلی از بچه‌هاشون در واقع تشویق نباید بگم خیلی از بچه‌هاشون خوب تعریف می‌کنن درسته این نقش نقش بسیار کلیدی است یه وقت کسی نگه اینا احساسات مادرانه است حالا همینجوری نشستن از بچه‌های خودشون تعریف میکنن یه مادر حتما باید از بچه‌های خودش تعریف بکنه همچنان که پروردگار عالم از بندگان خود از انسان‌ها تعریف میکنه و خلقت اونها رو خلقت زیبایی قرار داده وقتی کسی احساس بکنه دارایی‌های زیبای فراوانی داره این بهتر رشد میکنه با انگیزه و اعتماد به نفس بهتری به سمت بهتر شدن قدم برمی‌داره. بسیار خوب. خیلی ممنون متشکرم ازتون آقای پناهی. یک سوال پیش روی من هست در مورد مباحث سال گذشته‌مون که در مورد انتقال مفاهیم دینی بود و شیوه های انتقال اون و ابعادی که شما مطرح کردید و دوستان عزیزمون هم کم و بیش در جریان هستن. دوست عزیزی ایمیل برای ما فرستادن و گفتن که مدت قبل جناب آقای پناهیان در مورد انتقال مفاهیم دینی به کودکان توسط پدر و مادر صحبت کردند و در این میان اشاره نمودند که برای فهماندن جایگاه خداوند هر یک از پدر و مادر باید در قالب یک نمایش جایگاه خداوند رو به کودک یادآور بشه. آقای پناهیان فرمودند که در این فیلم نامه نقش خداوندی از پدر برمی آید و نقش اطاعت از مادر. از پدر نقش خداوندی برمی آید که ویژگی های ظاهریش هم بیشتر با این نقش جور است. آیا این که نقش خداوند بودن در مقابل کودک به مرد می‌خورد به معنی برتری معنوی مردان نسبت به زنان است؟ انسان‌ها چه توانمند معنوی و چه ناتوان نزد خداوند عزیز هستند مثل دو فرزند کنزه و باهوش که نزد پدر و مادر هر دو به یک میزان و به یک مقدار عزیز هستند آیا ما زنان همون فرزندان کنزه هستیم و مردان فرزندان باهوش؟ ایشون ادامه میدند که اگر چنین است پس چرا حضرت زهرا سلام الله علیها که بزرگترین انسان عالم هستی است و خداوند پیغمبرش فرمود اگر زهرا نبود تو و علی را خلق نمی‌کردم در قالب زن به دنیا آمدند
اگر چنین نیست چرا نقش خداوندی از مرد برمی آید و هزار جور چرای دیگر. ایشون در خاتمه میگن که اگر حقیقت این باشد و ما واقعا نسبت به مردان پستر باشیم، باعث نمی شود که خدا را رها کنم، فقط می خواهم حقیقت را بدانم و جوابی صریح و روشن می خواهم. بله، البته من فکر میکنم خوشبختانه شما برنامه های قبلیتون رو در سایتتون نگه بله میدارید. بله هست، بله، دوستان میتونم مراجعه بکنم. به هیچ وجه اینجوری من عرض نکردم که نقش پدر این هست که اون جایگاه خداوندگار رو در خانه به نمایش بگذاره. ولی اطاعت مادر من یادم. چرا؟ اطاعت مادر رو گفتیم، در کنار اطاعت مادر گفتیم از پدر نسبت به مادر چی باید برسه؟ محبت. بله درسته، بله. اون که همون طرف میشه. بله. گفتیم وقتی که مادر میشه محبوب اول خانه و این پدر است که باید به مادر محبت کند، مهربان باشد نسبت به مادر و مراقب باشه دل مادر رو نشکنه، درسته؟ خلاف نه دل بخواهی ها به معنای هوای نفس، بلکه حالا دل بخواهی های انسانی و معقولی که مادر داره عمل نکنه. اینجا پدر داره به بچه ها آموزش میده چجوری باید مراقب باشید دل مادرتون رو نشکنید، همونطور باید مراقب باشید دل خدا رو نشکنید. حالا تعبیر دل خدا رو نشکنید تعبیر عامیانه ایه، اما خداوند متعال در قرآن داره ان الله لا يحب المسرفين ان الله يحب التوابين. خدا از این تعابیر وقتی در قرآن کریم استفاده میکنه یعنی چی؟ یعنی اینکه عامل تشویق و تنبیه خودتون رو دوست داشتن و دوست نداشتن من قرار بدید. دوست ندارم این کارو بکنی یا خب این دوست ندارم این کارو بکنی نقششو کی تو خونه ایفا میکنه؟ مادر. پس مادر هم یه جور نقش خدایی داره. خب این اطاعتی که شما اون وقت روش تأکید میکردین کجاشه؟ خب ببینید، ما در ارتباط با هم پدر هم مادر به نوعی اطاعت داریم میبینیم. در روایات هم بعضن بر اطاعت مادر بیشتر تأکید شده تا بر اطاعت پدر و رعایت حق مادر حتی مقدم شمرده شده. منتها ما یک نمایشنامه داریم تو خونه، تو این نمایشنامه دو تا نقش داریم، در هر دو نقش جلوه های خداوندی هست، یادمون باشه. در هر دو نقش، در هر دو نقش، هم نقش مادر هم نقش پدر جلوه های خداوندی هست. در هر دو نقش جلوه های ولایت مداری موجوده. ببینید امام رضا علیه السلام فرماید امام مانند پدر است، یه پدر دلسوز، دستوراتی که میده از سر دلسوزیه، گوش بکنید حرفشو. بعد میفرماید مانند مادر است، یک مادر مهربان و عاشق فرزند خودش، درسته؟ یعنی در تشبیهی که میخواد به کار برده بشه هم امام به مادر تشبیه میشه هم امام به پدر تشبیه میشه. پس معلوم میشه پدر و مادر هر دو جلواتی از اون ولایت عظما هستن، حالا جلوه هایی دیگه. بله. و میتونن این نقش رو نسبت به فرزندان ایفا کنن. حتی من یادم این روایت رو خوندیم، شما هم اگه یادتون باشه، گفتیم که یه جا پیامبر اکرم خداوند متعال رو به چی تشبیه فرمودن؟ اگرچه لیس کمثله شیء، نمیشه چیزی رو به خدا تشبیه کرد، یعنی خدا شبیه چیزی نیست. اومدن دیدن یه مادری با علاقه وسط میدان جنگ فرزندش رو پیدا کرده که شیر بده و دیگه از جنگ فارغ شده و خطرات رو دیگه نمیبینه. وقت اینجا پیامبر گرامی اسلام فرمودن این مادر آیا حاضر فرزندش در آتش بسوزه؟ همه گفتن نه. بعد فرمود خدا بیشتر از این مادر به بندگان خودش علاقه داره. پس مادری و زن در خانواده جلواتی از صفات و اسماء حسنای پروردگار رو میتونن به نمایش بگذارن، همونطور که پدر هم میتونه این کار رو بکنه. بله بله، همونطور که پدر هم میتونه این کار رو بکنه. منتها ما اومدیم تقسیم کردیم. پس تا اینجا نیمی از سوال من پاسخ دادم که هم پدر این جایگاه رو داره هم مادر. بله. هر دو باید مراقب اعمال و رفتار خودشون باشن، جلوه های خداوند هستن
خداوند رو در ذهن بچه‌ها خراب نکنن. خداوند یه چیزی بسیار بزرگتر از پدر و مادر. وقتی اینو گفتی فرزند شما باید لذت مفهوم پدر و مادر رو قبلا چشیده باشه. پس تا اینجا مادر محبوب باشه و پدر محبت بکنه. پدر نه، بله، مادر محبوبه و برای محبوب واقع شدن مادر این پدر است که نقش ایفا میکند. با وقت مادره که تصمیم میگیره چیا دل منو میشکنه چیا نمیشکنه. آره. چیا منو خوشحال میکنه چیا خوشحال یعنی نمیکنه. یعنی شیوه بیان مادر شبیه برخی از کلمات پروردگار عالمه. چجور مادر میگه که خب من دوست ندارم بچه ها این کارو بکنیم، این این کلام رو خداوند متعال میفرمد، ان الله لا يحب المسرفین. درسته؟ ولی خداوند متعال در قرآن کریم فقط این گونه بیانهای عاطفی رو ندارن، بیانهای حقوقی هم دستوراتی دارن. بله. دارن تو قرآن کریم. بله. ما میگیم اون نقش رو پدر ایفا کنه که خود جدی تره. بله، پدر فرمانده حقوقی خانه است، مادر فرمانده عاطفی خانه، هر دو به نوعی نقش خداوندگاری دارن. مادر پدر رو کمک میکنه در فرماندهی حقوقی، پدر مادر رو کمک میکنه در ایفای نقشی که داره در فرماندهی عاطفی. بچه ها مواظب باشید دل مادر رو نشکنید، این یه نوع درس دینداریه. و مادر به بچه ها میگه بچه ها مواظب باشید فرمان پدر رو اطاعت کنید، این یک جور زمینه سازی برای تربیت دینی است. بسیار خوب، کاش بیشتر فرصت داشتیم و بیشتر در این مورد صحبت میکردیم. خیلی ظاهرا وقت نداریم. بله، باید خداحافظی بکنیم. خیلی خوب آقا، ممنون، متشکرم از دعا بفرمایید. اجازه بدید به جای دعا یک خاطره از حضرت زهرا اطهرسلام علیها بگم، کوتاه. خیلی خوب، بفرمایید. میفرماید که کسی اومد از حضرت زهرا سوالاتی کرد، خود فرد شرمنده شد، گفت خب دیگه سوالی ندارم. حضرت متوجه شدن که اون خانم بازم سوال داره، فرمودن بازم سوال داری بپرس. گفت میترسم اذیت بشی. فرمود وقتی که من دارم بیشترین ثواب های بهشتی رو جمع میکنم چرا خسته بشم، چرا اذیت بشم؟ این نقش یک خانم آگاه در تعلیم و تربیت دیگر خانم. خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. تا سلام دوباره، تا دیداری دوباره، همتون به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. یک بار دیگه ایام فاطمیه رو به محضر همتون تسلیت میگم. حسن ختام برنامه امروز ما صلوات بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خواهد بود، با امید طلوع دوباره خورشید سلام. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيه وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبت وفضلت واخترت على نساء العالمين. اللهم كن الطالب على ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر. اللهم بدم أولادها اللهم وكما جعلت أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللباء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه محمد صلى الله عليه وآله وتغرب أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين.